بعد از آن شب، نوشته مرجان شیر محمدی. قسمت نهم. روسری حریر. 6 ساعتی بود که آنجا روی صندلی کنار تخت نشسته بود. پاهایش بی‌حس شده بود. انگشت‌هایش توی دمپایی گزگز می‌کردند و کمرش درد گرفته بود. هوا دیگر روشن شده بود و صدای رفت و آمد ماشین‌ها را که هر چند گاهی از خیابان می‌گذشتند می‌شنید. بلند شد رفت کنار پنجره. پرده را کنار زد. طوری که نور افتاد روی صورت رخساره. از همانجا به او نگاه کرد. صورت رخساره نورانی شده بود. راضی شد. رفت از زیر تخت، چمدان کهنه و زوار در رفته ای را بیرون کشید. در چمدان را باز کرد. بوی نفتالین پیچید توی اتاق. توی چمدان یک روسری حریر سفید بود با پولک های براق و درشتی که دورش دوخته شده بود. با یک دست لباس نوزاد و یک دامن ابریشمی گلدار. روسری را گرفت جلوی صورتش. نرم و لطیف بود. از پس روسری حریر به رخساره نگاه کرد. چشمهایش بسته بود و لبش کمی باز مانده بود. روسری را گذاشت پایین پای رخساره. پاشد رفت توی آشپزخانه. کابینت ها را یکی یکی باز کرد و وارسی کرد. بعد رفت توی پستو و توی اشکاف ها و زیر دولابچه را هم گشت. یک شمع نصفه توی یک نلبکی زیر دولابچه بود. یادش افتاد که مال سفره هفت‌سینی بود که رخساره چند ماه پیش روی پیشخوان چیده بود. روی پیشخوان لاله ناصری مثل همیشه کنار قاب آینه بود. حباب لاله را برداشت. خاک گرفته بود. فکر کرد چند وقت است که رخساره آن را پاک نکرده است. از وقتی که مریض شده بود و توی بستر بود، ولی چند بار دیده بود که با همان حال و روزش داشت روی بخاری را پاک می‌کرد و یا شیشه پنجره اتاقش را. بعدش هم پیرمرد به او گفته بود که حق ندارد کاری بکند. و از آن روز به بعد شیشه پنجره اتاق را خودش تمیز می‌کرد. پنجره روبروی تخت رخساره بود و رخساره می‌توانست از همانجا که خوابیده بود تکی از آسمان و بخشی از ساختمان‌های روبرو را ببیند. حباب را برد زیر دستشویی، شست و بعد با همان حوله کنار دستش حباب را خشک کرد و گذاشت روی پایش. صدای کارگرها را شنید که مثل هر روز صبح جعبه‌های شیر را از توی کامیون پیاده می‌کردند. پیاده می‌کردند کنار مغازه سید. سید داد می‌زد و کارگرش را صدا می‌کرد. بقالی سید درست کنار ساختمان آنها بود. رفت پشت پنجره. کله آدم‌ها را که صف کشیده بودند تا سید شیر را توزیع کند می‌دید. کله‌ها می‌جنبیدند و هم همه و سر و صدا را انداخته بودند. آن طرف خیابان توی باجه تلفن زنی که سکه‌اش توی تلفن گیر کرده بود با مشت می‌کوبید به بدنه تلفن. کلیساز سیار با دوچرخه‌اش و کلیدهایی که با آن آویزان بود از سر کوچه پیچید. کلیدساز را میشناخت. چندین بار کلیدش را گم کرده بود و کلیدساز برایش از روی کلید رخساره خانم کلید ساخته بود. رخساره میگفت حواستو جمع کن آقا، همیشه من نیستم که در رود باز کنم، اون وقت زابرا میشی ها. ولی او دلش قرص بود به زنش و خیلی سعی نمیکرد که مراقب باشد، مراقب کلید خانه و حتی مراقب خودش. صبحها با پیرمردهای همسن و سال محل توی پارک قرار داشتند و او هر روز صبح بعد از اینکه یک شیشه شیر می‌خرید و برای رخساره می‌برد و بعد از خوردن صبحانه به پارک می‌رفت. رخساره هم می‌رفت توی آشپزخانه، رادیو را روشن می‌کرد و ناهار ظهر را می‌پخت. طرف‌های ظهر پیرمرد با یک نان سنگک داغ به خانه برمی‌گشت. نهار حاضر بود و دوتایی نهار می‌خوردند. اما از وقتی که رخساره مریض شد به دوستانش گفت که دیگر نمی‌تواند به پارک برود و باید از زنش نگهداری کند. پیاده کردن جعبه‌های شیر که تمام شد،
کارگرها با سر و صدا سوار کامیون شدند و رفتند. پشت پنجره ایستاده بود و به آدمهای آن بیرون نگاه می کرد. همه چیز مثل همیشه بود. زندگی جریان داشت و بچه ها با کیف ها یا کوله پشتی هایشان به مدرسه می رفتند. برگشت و به رخساره نگاه کرد. نور از روی صورت رخساره حرکت کرده بود و حالا دیگر افتاده بود روی میله فلزی بالای تخت. پرده را عقب‌تر کشید. رخساره چشمهایش بسته بود و دهانش باز مانده بود. صورتش به سفیدی می‌زد و لب‌هایش خشک شده بود. پیرمرد از توی کمد اتاق یک دست کت و شلوار تمیز اتو کشیده بیرون آورد. یادش آمد که آخرین باری که کت و شلوار را پوشیده بود 2 ماه پیش بود. روزی که رخساره دلش هوای شاه عبدالعظیم رو کرده بود و او آن کت و شلوار را پوشیده بود و با رخساره رفته بودند پابوس امامزاده. کت و شلوار را با یک پیراهن مشکی پوشید. شمع را روشن کرد و گذاشت توی حباب لاله و آن را از روی پیشخوان برداشت و گذاشت روی تاخچه بالای سر تخت. روسری حریر را انداخت روی سر رخساره. بولک‌های نقره‌ای و براق افتادند روی پیشانیش و خودش رفت کنار تخت روی صندلی نشست. همان صندلی که از شب پیش رویش نشسته بود و به رخساره که چشمهایش بسته بود و دهانش نیمه باز بود نگاه کرده بود.